سرخط خبرها. اطلاعیه سپاه پاسداران درباره بازداشت مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز. روح الله زم را با فریب به داخل ایران کشاندیم. پیشروی ارتش سوریه در مناطق کردنشین شمال. ترامپ میگوید تحریم‌های سنگینی علیه ترکیه در راه است. تأخیر احتمالی در اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. آرایی که اطلاعات بیومتریک نداشته باشد شمرده نخواهد شد. و مارتین اسکورسیزی از شگردهای جوانسازی بازیگران فیلم جدیدش میگوید. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. در ایران سازمان اطلاعات سپاه از دستگیری روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داده. در اطلاعیه سپاه گفته شده که روح الله زم با استفاده از شگردهای اطلاعاتی به داخل ایران هدایت و دستگیر شده. نام روح الله زم در جریان اعتراضات دی ماه سال 96 در ایران بر سر زبان ها افتاد. کانال تلگرامی آمد نیوز که خبرهای مخالفان را منتشر می‌کرد میلیون ها دنبال کننده داشت. شاهد علوی روزنامه‌نگار از واشنگتن با مساقی علوی، خبر غیر منتظره‌ای بود برای بسیاری. فکر می‌کنید که سناریوی احتمالی چه بوده؟ خب به نظر میرسه با توجه به اون خبری که خبرگزاری مهر کار کرد، بعدن اصلاح کرد، اما هنوز در گوگل میشه دید، چند جملهش باز نقل کردن و چند تا کانال تلگرامی که قبلا سابقه داشته خبرهای مرتبط با سپاه رو بازنشر کردن، روح الله زم رو در ترکیه یا احتمالاً اقلیم کردستان عراق بازداشت کردن. اونجا برای کاری رفته به هر دلیل یا سفر کرده برای هر منظوری، اونجا منتظر بودن، احتمالاً بازداشت شده و به ایران منتقلش کردن. خبر درست باید این باشه و البته این هم سابقه داره. ما میدونیم که عملاً با توجه به اونچه که قبلا جمهوری اسلامی کرده در ترکیه، عراق، اقلیم کردستان، حتی امارت دبی جاهای امنی نیست. اگر تو مثلا بخواد یک فعال مخالف رو، روزنامه‌نگار رو، فعال حقوق بشر یا هر کسی که به هر دلیل مایل باشه بازداشتش بکنه، دستش برای این جور عملیات بازه. اشاره کردید که پیش از این هم سازمان‌های اطلاعاتی ایران عملیات اینچنینی در کشورهای همسایه کردند. میتونید نمونه‌هایی به ما بگید؟ بله، فقط اینم اولش بگم که تنها نکته شاید تازه این در واقع ربایش آقای روح الله زم و بردنش به اینه که برخلاف موارد سابق که وزارت اطلاعات متولیش بود، این بار اطلاعات سپاه وارد این حوزه شده. گویی میخوان بگن در حوزه خارجی اینها به همون اندازه حوزه داخل میتونن رقیب وزارت اطلاعات باشن. قبلا موارد زیاد داشتیم، فارغ از دهه 60 و 70 که در چارچوب قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های حکومتی موارد زیادی بوده، حتی در دهه 80 و 90 هم داشتیم. در 27 دی 85 فتوحات منوچهری یا همون فرود فولادوند به همراه الکساندر ولیزاده و ناظم اشمیت رو، اینها رو نزدیک مرز ایران در حکاری دزدیدن. بعدن بیانیه داد افبینل سال 87 که گفت اینها رو ایران ربوده، دست وزارت اطلاعات هست، تصورشون به قتل رسیده باشن. 23 مهر 90 اصغر کاظمی، مشهور به اسم هنری شایان کاویانی بود، در لس آنجلس برنامه تلویزیون داشت. ایشون رو یک روز پس از اینکه وارد هتل شد در استانبول ربودن. بعداً مشخص شد که هزینه سفرش رو یک نفر از داخل ایران پرداخت کرده. 22 آبان 90 احمد رضایی، پسر محسن رضایی، در دبی به قتل رسید. غیر از اون هم در دبی موردی که مرتبط بود با استارت اویل و مسئله پرونده محسن هاشمی، اونجا آقای نوذری مفقود شد، از بین رفت. در همین ترکیه 12 تیر 97 فرشید علوی آبگرم که معلم و فعال اهل سنت بود در شهروان رو بوده شد. بس. یک ماه بعد جنازش در باشقلعه پیدا شد. بعد پلیس اعلام کرد که اعلام پلیس ترکیه است، ربایندگان قصد داشتن به ایران ببرن. این موارد سابقه داشته. به این ترتیب به نظر میرسه که اطلاعات سپاه وارد این جور بازی‌ها شده. متشکرم. شاهد علوی، اضافه بکنم که تا اینجای کار بسیاری از گفته‌ها حدس و گمان، احتمال داده میشه که آقای زم خارج از ایران، نزدیکی مرزهای ایران بازداشت شده باشه، ولی این گزارش تا اینجای کار قطعی نیست. ممنون از شما شاهد علوی با ما. اما پویا قربانی همکارم اینجا در استودیو با ماست. پویا، واکنش های بسیار زیادی داشته در شبکه های اجتماعی خبری که اطلاعات سپاه در واقع منتشر کرده، چه بوده واکنش ها؟
این خبر گمان زنی های بسیاری رو در ابتدای امر مطرح کرد که خب چطور این دستگیری اتفاق افتاده. بسیاری ارجاع دادن به متن اطلاعیه اطلاعات سپاه که به نظر میرسه آمدانه از کلمه هدایت در به ایران و بعد دستگیری استفاده کردن. بسیاری اینو روش زوم کردن و گفتن که احتمالاً همونطور که گفته فریب دادن و بعد دستگیری، ولی خیلی هم هستن که میگن که همچین چیزی غیر ممکنه، اینو باید زیر سوال برد. و احتمالاً من نقل میکنم مثلا از شراگیم زن که میگه که اینکه خودش برگشته باشه رو اصلا نباید جدی گرفت، این ادعا که هدایت و بعد بازداشت شده در جهت کاهش عواقب بین‌المللی عملیات ربایش، یعنی خب اگر سپاه بیرون ایران این کار رو انجام داده باشه عواقب بین‌المللی ممکنه با عواقب بین‌المللی دست به گریبان بشه. و میگم گمان زنی های خیلی زیادی از عراق، ترکیه و اینکه آیا با فرانسه ایران زد و بند کرد، اینا خیلی بازار شایعات داغه. اما خب خیلی هستن که ارجاع میدن افکار عمومی رو به سال 96 و اون ناآرامی ها رو خیلی میخوان متوجه کانال آمد نیوز بکنن، و بعضی هم هستن که میگن که نه، این تقلیل دادن اون اعتراضات و اون کانال فقط مثلا در اون زمان اطلاع رسانی ساعت و مکان و اینها رو میکرده. ولی خب مثلا خبرگزاری تسنیم یک قسمتی از حرفای رهبر جمهوری اسلامی رو بعد از ناآرامی های دیماه 96 دوباره در توییترش منتشر کرده که گفته که این دیوانه بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهند، و اینو تسنیم معتقده که در حقیقت این نتیجه این حرف آقای خامنه ای هست. اما خب بعد از این گمان زنی ها میرسیم به اینکه نگرانی های امنیتی هم نزد خیلی از کاربرا و مخاطبای کانال آمد نیوز هست. این برنامه من دیدم که خیلی دارن راهکار ارائه میدن، من اینجا نمیخوام راهکار خاصی بگم، فقط اینو نقل میکنم که اگر کاربری عضو یک کانال تلگرامی بشه، نه شماره تلفنش اگر خودش نداده باشه و در آیدیش نباشه به اون ادمین یا اون در حقیقت صاحب کانال تلگرامی منتقل میشه، و نه آدرس نه چیز دیگه. این اصلا در واقع چون شاهد یک ریزش بودیم در تعداد فالوورهای آمد نیوز در چند ساعت گذشته، قبل از انتشار این خبر بالای 1 میلیون بود، من آخرین باری که چک کردم رو 900 هزار تا بود. دقیقاً خیلی ها در حقیقت کانال رو ترک کردن. ما البته سعی کردیم که با پاول دروف تماس بگیریم، در حقیقت نظر رسمی تلگرام در این زمینه بدونیم که راهکارهای امنیتی چه خواهد بود. به محض اینکه جواب دروف یا کسی از تلگرام رو دریافت کردیم به مخاطبا ارائه خواهیم کرد. متشکرم. پویا قربانی در استودیو با ما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس خبری درباره حمله اخیر به یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ گفت که حتما یک دولت در این کار دست داشته. شرکت ملی نفتکش ایران جمعه اعلام کرد نفتکش ثابتی در حدود 100 کیلومتری بندر جده عربستان مورد حمله احتمالاً موشکی قرار گرفته. آقای روحانی در این حال گفت که ناامنی در منطقه فشار بر جمهوری اسلامی نیست، بلکه فشار بر اقتصاد جهانی است. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه. مشکل نفتکش ها، خب ما میبینیم یه نفتکش های در دریای سرخ مشکل پیدا میکنه، یه نفتکش های در دریای عمان مشکل پیدا میکنه، یه نفتکشی ممکنه در یک نقطه دیگری مشکل پیدا بکنه. واقعیت اینه که همه کشورهای منطقه و همه جهان باید این رو بدونن که ناامنی درست کردن در منطقه به معنای فشار به جمهوری اسلامی ایران نیست، به عنوان فشار به امنیت کشتی ایرانی، فشار بر اقتصاد جهانی، و این کار نادرستی هست. بنابراین کل این مسئله باید جوری حل و فصل بشه. ما هم البته برای امنیت کشتی هامون یه اقداماتی کردیم، اقدامات بیشتری هم بعدن انجام بده. حسن روحانی بود.
سفارت بریتانیا در تهران میگوید یک تیم از متخصصان هسته‌ای این کشور امروز وارد تهران شده. گفته شده که سرپرستی این تیم را رابین گریمز، مشاور علمی ارشد وزارت دفاع بریتانیا بر عهده دارد و قرار است به همراه تیمی از متخصصان چینی مراحل بعدی پروژه مدرن سازی راکتور عراق را به پیش ببرد. سفارت بریتانیا این سفر را بخشی از تعهدات این کشور در قالب برجام عنوان کرده. رئیس جمهوری روسیه به عربستان رفته. ولادیمیر پوتین در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار می‌کند. او در آستانه این سفر رسمی به رسانه‌های عربی گفته که می‌تواند از تنش میان عربستان و ایران بکاهد. این اولین سفر آقای پوتین به عربستان در یک دهه گذشته است. بعد از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، روسیه پیشنهاد کرده بود که سامانه‌های دفاع موشکی به عربستان بفروشد. تخلف میکنم من نمایندگان ما بشینید سر جاتون. عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی امروز با تجمع در جایگاه هیئت رئیسه به طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اعتراض کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار استیضاح فوری وزیر نیرو شدند. همچنین ده‌ها نماینده در نامه‌ای به رئیس جمهوری مخالفتشان را به اجرای این طرح اعلام کردند. در این نامه آمده که طرح انتقال آب خزر موجب نابودی محیط زیست و فرسایش سرمایه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. یگان‌هایی از ارتش سوریه تنها چند ساعت بعد از توافق با نیروهای کرد وارد مناطقی از شمال سوریه شدند که ارتش ترکیه در آن مشغول پیشروی است. گزارش شده که در بعضی از نقاط مردم محل از ورود نیروهای ارتش سوریه استقبال کردند. در همین حال گزارش‌های بیشتری از تلفات غیرنظامیان در این مناطق می‌رسد، از جمله یک خبرنگار که در حمله نیروهای ترکیه به یک کاروان اتومبیل‌های غیرنظامی کشته شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که تحریم‌های سنگینی علیه ترکیه در راه است. اتحادیه اروپا عملیات ترکیه را محکوم کرده و روسیه به همه طرف‌های درگیر هشدار داده کاری نکنند که بحران سیاسی را وخیم‌تر کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دیروز بعد از ظهر در نزدیکی رأس العین در همجواری مرز با ترکیه، اتومبیل‌های اول این کاروان از غیر نظامیان، جنگجویان کرد و خبرنگاران هدف آتش نیروهای ترک قرار گرفت. اینجا 9 نفر کشته شدند، از جمله خبرنگار یک کانال تلویزیون محلی، 2 خبرنگار فرانسوی و 4 خبرنگار محلی هم مجروح شدند، ظاهراً در یک حمله هوایی به این کاروان. در لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه که 6 روز پیش شروع شد، تا کنون بیش از 60 غیرنظامی کشته شدند و بیش از 100 جنگجو از هر 2 طرف این جنگ. و این 30 کیلومتر به طرف جنوب در تل تمر، ورود نیروهای سوری به شهر در تصاویری از تلویزیون سوریه، تصاویری از استقبال مردم از نیروهای سوری. دیروز کردهای شمال سوریه از این نیروها برای مقابله با ارتش ترکیه و نیروهای طرفداران دعوت کردند. این مرد میگوید خدا را شکر میکند که ارتش سوریه به کمکشان آمده. او میگوید اردوغان باید به سزای اعمالش برسد. میگوید این عکس بشار اسد را مخفی کرده بود، ولی امروز روز نشان دادن آن است. در طلبی از یکی دیگر از شهرهای شمال سوریه در همجواری مرز با ترکیه، فرار غیر نظامیان در میان پیشروی نیروهای سوریه طرفدار ترکیه. اینجا این نیروها پرچم کردها را پایین می‌آورند و پرچم سوریه را بالا می‌برند. اوضاع پیچیده شمال سوریه حالا خطر رویارویی این نیروها را با نیروهای ارتش سوریه بالا برده که از حمایت روسیه برخوردارند. در شهرک عین عیسی این نیروهای بیشتری از ارتش سوریه که وارد شدند. روسیه از همه طرف‌ها خواسته است که خیشتنداری نشان دهند. در منطقه علیه شمال شرق سوریه تشییع جنازه 6 نفر که دیروز در یک حمله نیروهای ترکیه کشته شدند، در یک حمله غافلگیر کننده. در میان کشته شدگان هروین خلف، رهبر یکی از احزاب کرد، کسی با شهرتی برای کوشش‌های مداوم برای ایجاد صلح در منطقه. جسد او با اثر گلوله‌های متعدد حاکی از اعدام اوست از فاصله نزدیک، از سوی نیروهای سوریه طرفدار ترکیه، احتمالاً یک جنایت جنگی. کسرا نجی، بی بی سی.
الیزابت دوم ملکه بریتانیا در مراسم رسمی بازگشایی پارلمان برنامه دولت پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. در این مراسم فهرست 22 لایحه‌ای که دولت قصد دارد به پارلمان ببرد ارائه شد. احزاب مخالف دولت را متهم کردند که هدفش از برگزاری این مراسم استفاده از ملکه برای تبلیغات انتخاباتی بوده و در شرایطی که وضعیت برگزیت نامعلوم است بعید است بتواند این لوایح را به تصویب برساند. بهرنگ تاجدین از این مراسم پرزرق و برق گزارش می‌دهد. بوق و کرنا برای مراسمی پرزرق و برق در میانه یک بحران سیاسی عمیق. مراسمی که در آن ملکه بریتانیا سوار بر کالسکه طلایی سلطنتی برای بازگشایی رسمی پارلمان راهی قصر وستمینستر می شود. مراسمی که در آن ملکه برنامه ای را می خواند که نخست وزیر نوشته. ملکه حق ورود به مجلس عوام را ندارد. به همین خاطر قاصدی از طرف او می رود تا نمایندگان را به مجلس اعیان دعوت کند. این یکی از موارد نادری است که نخست وزیر و رهبر حزب اصلی مخالف شانه به شانه هم هرچند در سکوت قدم برمی‌دارند. ملکه الیزابت در این مراسم فهرست 22 لایحه‌ای را که دولت می‌خواهد به پارلمان ببرد خواند. لوایحی که از اجرای برگزیت و مبارزه با جرایم گرفته تا سرمایه‌گذاری روی اینترنت پهن‌باند و کم کردن آلودگی هوا بین آنها پیدا می‌شد، ولی احزاب مخالف می‌گویند بعید است چنین برنامه‌ای عملی شود. سابقه نداره که چنین دولت مسخره‌ای داشته باشیم. دولتی که اکثریتش در مجلس منفی 45 در 100% رأی‌گیری‌ها در این مجلس شکست خورده و حالا اومده یه برنامه قانونی ارائه کرده که می‌دونه در این مجلس قابل تصویب نیست. اگه این سخنرانی رو کسی جز ملکه انجام داده بود میگفتید آگهی تبلیغاتی حزب محافظه‌کاره. فهرستی از وعده‌هایی که فکر می‌کنن تو انگلستان براشون رأی جمع می‌کنه با نادیده گرفتن مسئله اصلی کشور یعنی برگزیت. همزمان در بروکسل نمایندگان دولت بریتانیا به مذاکره با اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک توافق برگزیت جدید ادامه می‌دهند. توافقی که هنوز بعضی امیدوارند خیلی زود به دست بیاید. رسیدن به توافق تا آخر همین ماه ممکنه، حتی تا آخر همین هفته، ولی هنوز به اونجا نرسیدیم. امیدوارم امروز بتونیم پیشرفت کنیم. تنها 3 روز تا نشست سران اتحادیه اروپا باقی مانده. اگر تا آن موقع توافقی حاصل نشود، برگزیت احتمالاً باز هم به تعویق می‌افتد. بهرنگ تاجدین، BBC. دومین کنفرانس تجاری افغانستان و بریتانیا امروز در لندن با حضور مقام‌های ارشد دولت افغانستان از جمله 5 وزیر کابینه این کشور برگزار شد. آنها در این نشست سرمایه‌گذاران غربی را تشویق کردند تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. وزیر تجارت گفته با وجود ناامنی، افغانستان پارسال پیشرفت قابل توجهی در فراهم کردن فضای تجارت داشته. با کاهش کمک‌های جهانی و ادامه ناامنی در افغانستان در چند سال گذشته، شاخص‌های اقتصادی افغانستان به شدت افت کرده. زیا شهریار از مرکز باربیکن در لندن با ما. زیا، چه خبر اونجا؟ برانا، از صبح امروز در مرکز لندن کنفرانس دومین نشست تجارتی بریتانیا و افغانستان در حال برگزاری است. مقامات ارشد دولت افغانستان هم تو که اشاره کردی از جمله 5 وزیر سکتوری افغانستان در این نشست شرکت دارند. تمامی وزیرها صحبت کردند. سرمایه‌گذارای بریتانیایی، سرمایه‌گذاری اروپایی و سرمایه‌گذاران آمریکایی در این کنفرانس حضور دارند. افغانایی که در تاجرای افغانی که در غرب زندگی میکنند و قدرت سرمایه‌گذاری را دارند در این کنفرانس شرکت دارند. نمایندگان مجلس افغانستان، مقامات دولت افغانستان تلاش کردن و تلاش دارن که یک تصویر از افغانستان ارائه بکنن که زمینه سرمایه‌گذاری فراهم است. با وجود خبرهای بد ناامنی و خشونت‌ها که در نقاط مختلف افغانستان گزارش میشه، چارچوب‌های حقوقی و قانونی و حمایت که دولت فراهم کرده، تلاش این بوده که این سرمایه‌گذارا رو خانه بسازن که در خود افغانستان زمینی از زیر داره که شما به این سرمایه‌گذاری کنین، سود بالا میتونین به دست بیارین. این کنفرانس از طرف سفارت افغانستان در بریتانیا میزبانی میشه و سید طیب جواد سفیر افغانستان را در لندن حالا با خود داریم. آقای جواد، تشکر از حضورتان. این دومین بار است که شما این کنفرانس هم میزبانی میکنین. سال گذشته
بحث های در زمینه جلب سرمایه گذاری به افغانستان صورت گرفت. اگر شما بگوین که از سال گذشته تا حال چی تغییر آمده، چند نفر سرمایه گذار رفتن در افغانستان سرمایه گذاری کردن و چی گفتین امروز که سرمایه گذارا را تشویق کنین که بیاید افغانستان سرمایه گذاری کنن؟ سال گذشته کنفرانس به موافقت سپری شد و ما سرمایه گذاری های مشخصی را مخصوصا در عرصه زراعت و افزایش ارزش به محصولات زراعتی داشتیم. امسال شکل کنفرانس تغییر کرده، شکل پیچیده‌تر و بالاتر داره. بعضی عرصه‌های مخصوص تجارت و سرمایه‌گذاری را که سال گذشته ما به او توجه کمتر کرده بودیم، مثلا بانکداری، مثلا بیمه، مثلا معادن، تر از اونها توجه بیشتر است و همچنان ترکیب شرکت کننده ها تغییر کرده. ما اعتداد زیادتر 5 وزیر کلیدی را که در سکتورهای اساسی زراعت، تجارت، ترانسپورت و اقتصاد کار میکنن اونا را با خود داریم و همچنان کمپانی هایی را که از نه تنها از انگلستان بلکه از مخصوصا از سویزرلند و از دیگر جا از اروپا هم دعوت کردیم که در بخش بانکداری و در بخش دسترسی به سرمایه سرمایه‌گذاران افغانستان کمک کنن و زمینه یک مشارکت بین از این دو نهادها به وجود بیاید. میدونیم که بریتانیا داستان خروج از اتحادیه اروپا است و چیزی که استدلال شده در اینجاست است که احتمالاً بریتانیا چشم خود را فراتر از اتحادیه اروپا و کشورهای دوردست و کشورهایی که روابط سنتی داشته همراهشان سرمایه گذاری میکنند در اونجا. شما به عنوان سفیر افغانستان در اینجا آیا به این فرصت ها نگاه کردین؟ فکر میکنین که بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا علاقمندی بیشتر به سرمایه گذاری در افغانستان داشته باشه؟ باعث سفیر و باعث دوست انگلستان و خوال میخوایم که روند برگزیت هر چیز زودتر تکمیل شود و دوم بله و با رابطه دو جانبه نزدیکی که ما با انگلستان داریم امکان از این که محصولات افغانستان با شرایط بهتر و مساعدتر و مارکت انگلستان به فراهم میشه، برای اینکه شرایط و استانداردهایی را که اتحادیه اروپایی داشت با استانداردهایی را که انگلستان داره تغییر خواهد کرد و ما توانایی بیشتر از این را خواهد داشتیم که به صورت دو جانبه یک سلسله قراردادها را با شرکت های انگلیسی بسته کنیم که نه تنها زمینه آوردن محصولات افغانستان به انگلستان آسان تر شود بلکه خدماتی را که در انگلستان وجود داره مخصوصا در عرصه‌هایی که مثل بانکداری و بیمه و غیره زمینه انتقال از اینا به افغانستان و زمینه اشتراک مساعی از اینا با بزنس های افغانی بیشتر مساعد شد. ما بسیار خوشبین هستم که بعد از برگزیت توانایی و ظرفیت و توجه بیشتر و جاهای غیر از اروپا صورت میگیره. متاسفانه برگزیت به گونه عجیب تمام انرژی سیاسی و بزنس انگلستان جذب کردم. تشکر سفیر افغانستان در بریتانیا سید طیب جواد در مورد کنفرانس تجارتی افغانستان و بریتانیا صحبت میکرد که دومین دورش امروز در لندن برگزار شد. رعنا دوباره به خودت. متشکرم ضیا شهریار و سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً با تأخیر اعلام خواهد شد. تا کنون اطلاعات 1,700,000 نفر وارد بانک مرکزی اطلاعات شده. کمیسیون میگوید آرایی که اطلاعات بیومتریک نداشته باشد شمرده نخواهد شد. روین رهنوش گزارش میدهد. این روزها توجه ها به اینجا معطوف شده. کمیسیون انتخابات آمده که از وارد شدن بخش بزرگی از آرا به سیستم مرکزی خبر بدهد. آرایی که انتقال آن به سیستم با چالش مواجه شده بود. اما کمیسیون مطمئن نیست بتواند تا 4 روز دیگر نتایج ابتدایی را اعلام کند. هرچند میگوید تأخیر طولانی نخواهد بود. با کارمندای تکنیکی خود با بخش دارالانشا امروز وظیفه سپرده شد که مطالعه تکنیکی خود بکنه که ما میتانیم یا نمیتانیم در جریان 4-5 روز مطابق به تقویم نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم. به نظر می رسد آمارها از میزان مشارکت شهروندان هم تغییر کرده. آماری که در روز رایگیری 2.6 میلیون اعلام شد اما حالا به 2 میلیون کاهش یافته. با این حال تا کنون آرای 4000 محل رای دهی وارد سیستم نشده. 26568 محل آمار ارقام به ما آمد که گویا در این محلات انتخابات شده، اما چون اکثر از این تلفنی بود یا اطلاعات بود شاید در بین از این یک تعداد از این اگر انتخابات نشده باشه شاید و توسط آرای برگه های بدون بایومتریک استعمال شده باشه بعدا او را
انتقال معلومات بایومتریکی در سرور مشخص می‌سازد. اطلاعات رای دهندگان از طریق این کامپیوترها وارد سرور مرکزی میشه. این یکی از 100 نفری است که در 3 وقت کاری پیش از ظهر، شب و بامداد روز بعد اطلاعات بیومتریک را وارد سیستم میکنند. کمیسیون مستقل انتخابات گفت 85% اطلاعات وارد سیستم شده و تا فردا این روند ختم میشه و تصفیه آرا آغاز میشه. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته پیش در 6 میزان برگزار شد، روندی که تا اینجای کار انتقادهای شماری از نامزدان را به همراه داشته. نمایندگی سازمان ملل پیش از این از نامزدان خواست پیش از آن که درک دقیقی از روند شمارش آرا داشته باشند اظهار نظر نکنند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. حتما خیلیاتون میشناسین مارتین اسکورسیزی از مشهورترین کارگردانهای سینماست. خالق آثاری همچون راننده تاکسی و گاو خشمگین. جدیدترین ساخته او با نام آیریشمن یا مرد ایرلندی روایتی از زندگی یک تبهکار ایرلندی. ویلگوم پرت سردبیر اخبار هنری بی بی سی با او درباره این فیلم و تکنیک‌های به کار رفته در آن برای جوان‌تر نشان دادن چهره بازیگران گفتگو کرد. Management can only fire a driver on very specific charges. So you have a show up late. No. Drink on the job. No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. It's about power. فیلم درباره قدرت، قدرت، عشق و خیانت و البته هزینه‌ای که آدم برای نحوه زندگی می‌پردازه. Right? Right. ما نتونستیم هیچ کمک مالی از استودیوهای هالیوود دریافت کنیم. What do you want to know? You want to know if I did it or not? هیچ کس حاضر نبود در این فیلم با من همراه بشه و سرمایه گذاری کنه. فکر میکردن مخاطب نداشته باشه. بزرگترین مسئله این فیلم دوران قدیمه. It's about our age. مسئله سن؟ بله، درباره روند پیر شدن. آره، روند جوانسازی. البته میخواستیم تماشاگر رو وحشت نکنم. راه دور زدن این مشکل این بود که با فناوری بالا چندین دهه از سن بازیگرها کم کنند، کاری که برای جوان کردن بازیگران این فیلم همچون آلپاچینو، جو پشی و رابرت دنیرو استفاده شد. آیا از این روش جوانسازی راضی هستید؟ تمام این برداشت‌های ضبط شده رو که هفته اول ضبط کرده بودیم، 6 ماه بعد برگشتیم و با چهره‌سازی جدید ضبط کردیم چون فناوری بهتری داشتیم. فکر می‌کنم تغییر چهره اونقدر مشکل نبود، بلکه فیزیک بازیگران هم مطرح بود. بدن دنیرو در 70 و چند سالگی با دنیروی جوان خیلی تفاوت داره. جوانسازی چهره ممکنه، اما بدن یه فرد 70 و چند ساله مثل یک بدن 70 و چند ساله حرکت می‌کنه. بله، در مواردی احتمالاً. Hi Frank, this is Jimmy Hoffa. شما از این ایده که فناوری بیشتر و بیشتر در سینما بیاد خوشتون میاد؟ هر چی که جدید باشه تا وقتی که قلب و روح تصویر رو تسخیر نکنه خوبه. نکته کلیدی و اصلی انسانی موندن و نکات موجوده. ولی حاضر نمیشید یه فیلم از روی کتابه کمیک بسازید؟ من اصلا نمیدونم چطور همچین کاری بکنم. اصلا چیز جالبی نیست. چرا باید همچین چیزی بسازم؟ بیشتر شبیه رفتن به شهر بازی با شخصیت اون کتاب کمیک. It's gonna happen. Either way. He's going. فناوری نباید ارزش و قدرت سینمای واقعی رو از بین ببره. فیلم‌های واقعی. این فیلم مافیایی 3.5 ساعته که داستانش نیم قرن طول می‌کشد، آن هم نه با حمایت غول‌های هالیوودی، بلکه به دست یک شرکت بزرگ پخش آنلاین نتفلیکس ساخته شده. It's what it is. What it is. Will Gompertz, BBC News. به پایان بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهیتون.